هم در مورد شما حرف میزنن، چون عشقشون یه دارن میچرخن به عشق شما. به هم میگن هست باره دیدی اشباره الان اومده سر تو حیات رفت دارم ستاره ها برای شما دارن میچرخن دیگه. بعضی دیدی انقدر آلودن به بیماری اندوه و غم تا به رفیقشون هم میرسن شروع میکنن درد دل کردن. چه خبر؟ والا چرز کنه، انقدر گرفتاری هست چی بگم، از هر طرف میری یک میزنه، نمیدون خاک بر سر حرف زدنت بیادب. تو نمیفهمی در محضر پروردگار عالمی، یه ذره دلت غم گرفت یعنی آدم بدی شدی، یعنی دور شدی، یعنی داری دورتر میشی، یعنی داری همه عباداتتو خراب میکنی، یعنی خوبیات داره نابود میشه، یعنی سرمایتو داری آتیش میزنی. خدا میفرماید این بنده من چه گرفته است؟ چشه این؟ چیه داره میگه من خدا ندارم؟ نه خدا، یا به خدا این کافر نشده، یه همینجوری دلش گرفته. خب بی خود دلش گرفته، میخواد به دیگران اعلام کنه من خدا ندارم؟ نه غلط کرده خدا، من میرم بهش میگم. خب این بی احترامیه به خداست. ببخشید من اینجوری گفتم، به اون آقای گفتم شما که اصلا اینجوری نیستی. شما میگن چه خبر؟ میگی والا امروز خورشید دمید، ایام بهار، یکم هوا گرم شده، خب غروب شده، چه خبر؟ والا دیگه چرت کنم، الان ستاره ها میان همه به من دارن چشمک میزنه. یه دستی بهشون تکون بده، همشون میلیارد ها ستاره، بهشون سلام بده. او خوبه، خواهش میکنم ادامه بدید. شما کار دارم، من که همش بیکار نیستم به شما برسم. اندوه یعنی کفر، اندوه یعنی ناسپاسی، اندوه یعنی بی خدایی، بی عقلی. یک لحظه نذارید نشاط و سرور از قلبتون بره. این اندوه های معنوی به طور طبیعی در دل پدید میانا، یعنی هر روز باید شما اندوه تکانی بکنی از دل، ترس زدائی بکنی از دل، حسرت زدائی بکنی از دل. با این اندوه نمیشه حال خوش معنوی داشت.